آدینه با آقای منشه امیر، میزبان خانم نگار نازنین. آدینه همگان به شادمانی و نیکویی، خوش آمدید به این برنامه. آدینه است و هنگام اون هست که شماری از مهمترین رویدادهای هفته رو در کنار آقای منشه امیر، البته به صورت مجازی و از راه دور، به بررسی و پرسش بگذاریم و ببینیم که این دنیای آشفته به کجا میره. همون پرسش همیشگیمون رو دوباره با آقای امیر در میون میذاریم که آیا جنگ میشه؟ آیا هنوز امیدواری هست که مسئله اتم و موشک رژیم ایران از راه های مسالمت آمیز حل و فصل بشه؟ در لبنان حزب الله به رهبری آخوند حسن نصرالله مزدور حکومت ایران توطئه‌های جدیدی به هدف آشوب کشاندن منطقه داره و تردیدی نیست که انگشت رژیم ایران در میون هست که میخواد اگر لازم باشه منطقه رو به آتیش بکشه. در اروپا تلاش‌ها برای به مذاکره کشوندن رژیم ایران در مورد اتم و برجام همچنان ادامه داره و این در حالیه که بسیاری از آشنایان امور و حتی مقامات ارشد ایالات متحده بخت از سرگیری یا به نتیجه رسیدن مذاکرات رو تقریبا صفر میدونن. در داخل ایران بدبختی و ذلت مردم همچنان رو به افزایشه. حالا صحبت از اون هست که مایحتاج عمومی دوباره کپونی بشه. البته اسمش رو گذاشتن کالابرد، برای اینکه واژه کپون دوباره قحطی در جنگ جهانی دوم رو به یاد همه میاره. بسیاری مسائل دیگه هم هست که اگر بختیاری کنه همه اونها رو روی میز قرار خواهیم داد. دوباره به آقای منشه امیر خوش آمد میگیم. خوش آمدید آقای منشه امیر. مرسی، درود بر شما و جای شما خالی در این باغچه و هوای بسیار مطبوعی که الان در محل زندگی من برقرار است. بفرمایید. واقعا زیباست، جای همه ما خالی. تشکر. با سپاس. اجازه بدید اول به تهدیدات جنگی بپردازیم که روز به روز داره شدیدتر میشه. آقای امیر، اهود باراک که در گذشته فرمانده کل ارتش اسرائیل و بعدا هم وزیر دفاع و نخست وزیر شد، صریحا میگه اگه حمله نظامی اسرائیل تا پایان همین تابستون امسال انجام نگیره دیر میشه، وقت از دست میره و با توجه به این پیام بد جوری بوی جنگ میاد. آقای امیر، میشه یا نمیشه؟ جنگ میشه یا نمیشه بالاخره؟ بله، اینو اولا برید از آقای اهود باراک بپرسید. آنچه که شما از زبان آقای اهود باراک گفتید از دیدگاه من نمیتونه مدرک قرار بگیره. آقای اهود باراک یک فرمانده بسیار درخشان و باهوش ستاد کل ارتش اسرائیل بود، بعد در دوران وزارت دفاع هم خیلی کارهای شایسته‌ای کرد، ولی در دوران نخست وزیری موفق نبود و یک نخست وزیر خوب به شمار نمی اومد. حالا من نمیخوام بدگویی شخصی بکنم، اب نداره، اینا پیش میاد، ولی باید توجه داشت که آقای باراک همیشه مقاله هایی که منتشر میکنه جنبه جنجالی داره و حرفای ایشون نمیتونه کاملا مستند باشه. ایشون دست کم 15 سال از ستاد ارتش اسرائیل به دوره و مسلما از همه نوآوری ها و امکانات بیشتری که ارتش اسرائیل از اون برخوردار هست آگاهی لازم رو نداره، بنابراین ایشون ارزیابی کرده. بعدم همیشه ما این بحث رو داشتیم که دیر میشه یعنی چه، چون الان هم دیره. الان هم حکومت ایران مقادیر بسیار زیادی اورانیوم غنی شده 60% در اختیار داره، خیلی آسون میتونه اونا رو به 90% مبدل بکنه. ولی یه مسئله دیگه هست و اون این است که خب به حد کافی اورانیوم غنی شده دارن. اگر خامنه ای دستور بده که الان موقعشه که بمب رو شروع کنید و بسازید، ارزیابی میشه که بین 3 ماه 6 ماه
شاید حتی 2 سال هنوز اینها فرصت لازم دارن که این کار رو انجام بدن. بنابراین دیر میشه یک ارزیابی الاستیکه، یعنی کشداره که چی دیر میشه. ولی این نوشته هایشون رو نباید دست کم گرفت، به خاطر اینکه عین همین حرف ها رو نه فقط آقای بنی گنتس وزیر دفاع کنونی اسرائیل گفته و میگوید، بلکه نخست وزیر اسرائیل یائیر لپید امروز و نخست وزیر پیشین نفتالی بنت دیروز و حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پریروز بارها و بارها گفتن. به هر حال این ارزیابی آقای اهود باراک است که عقیده شخصی ایشونه و هیچ وجه دلیل شدت گرفتن اظهارات جنگی اسرائیل نمیتونه باشه. ولی خانم نگار بفرمید، ولی دقیقا همین تهدیدهای جنگی و هشدارهای آقای بنی گنتس وزیر دفاع کنونی اسرائیل میتونه نشون دهنده سیاست رسمی دولت باشه. در این مورد چه توضیحی میخوایم برای بیننده داشته باشیم؟ ممنون میشیم. بله، ایشون هم بارها گفته و الان این سخن که دیر میشه بارها از زبان همه رهبران اسرائیل بیان شده و آقای بنی گنتس الان مرتبا این رو تکرار میکنه، به ویژان که سفر آقای بایدن به منطقه اون نه امید ولی انتظار اسرائیل رو برآورده نکرد. اسرائیل انتظار داشت که آقای بایدن اعلام بکنه، بگه بله ما همه تلاش های خودمون رو کردیم، مذاکره و راه دیپلماتیک با حکومت ایران به نتیجه نخواهد رسید، بنابراین ما باید گزینه دیگر رو برگزینیم و گزینه دیگر از دیدگاه اسرائیل یک تهدید جنگی معتبر و قابل اعتماد از جانب ایالات متحده است. اسرائیلی ها عقیده دارند که اگر دیپلماسی پشتوانه تهدید جنگی نداشته باشه راه به جایی نخواهد بود. اگر حکومت ایران معتقد بشه، واقعا ایمان بیاره که آمریکا قصد جدی داره که اگر این راه به نتیجه نرسید راه جنگی رو برگزینه، اون موقع حرف آمریکا میتونه به کرسی بنشینه. تا هنگامی که آقای بایدن این مسالمت و ملاتفت رو با حکومت ایران ادامه میده و هنوز هم در انتظار نشسته که خب بیایی مذاکرات برجامی رو ادامه بدیم، راه به جایی نخواهد بود. حکومت ایران میخواهد که تا اونجایی که ممکنه مذاکرات رو کش بده تا بدون سر و صدا و مزاحمت بتونه بیاید و به برنامه‌های اتمیش ادامه بده. بفرمایید. آقای امیر، در کنار این تهدیدها و هشدارهای اسرائیل، یک نمایشگاه نظامی هم برگزار کرد که قدرت پهپادیش رو به رخ حکومت ایران بکشونه. هنگامی هم که پرزیدنت بایدن از اسرائیل دیدن میکرد، از فرودگاه اون رو مستقیما به نمایشگاه وسایل پدافند هوایی بردن. آیا این تاکتیک جدید اسرائیله؟ بله خانم نگار، بسیار احتمال داره که این یک تاکتیک جدید باشه، یک تلاش دیگه باشه که وقتی که تماس‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسید، تهدیدهای جنگی رو حکومت ایران احتمالاً چندان جدی نمیگیره، الان دولت اسرائیل باید عملاً نشون بده که بله ما میتونیم. ببینید، این رو داریم، اون رو داریم، اون یکی رو داریم و اگر جنگی درگیر بشه شما تصور نکنید که پهپاد دارید و با پهپادهاتون میتونید مثلا بیایید و یک نقطه ای رو در عربستان یا امارات یا جای دیگه بزنید. ما سلاحایی که داریم بسیار پیشرفته تر از سلاحای شماست. شما پهپاد داریم، ولی نگاه کنید پهپاد ما خیلی قوی تر و خیلی بهتر از پهپادهاییست که شما بهش مینازید و همچنین سیستم های پدافند هوایی اسرائیل که بسیار مهمه و امکانات دیگر هوایی اسرائیل هست و دریاییش از دست صحبت نمی کنم، ولی توان دریایی اسرائیل بسیار بسیار قوی است. مثلا زیر دریایی های اسرائیل میتونن بیان
خودشون رو به آبهای خلیج فارس برسونن و از اونجا مستقیما بعضی از تاسیسات حکومت ایران رو به موشک ببندن و ویران بکنن. مسئله در این است که آیا با این گونه عملیات اسرائیل به هدف خودش که همانا متوقف ساختن برنامه‌های اتمی حکومت ایران هست خواهد رسید و یا نخواهد رسید. ببینید فراموش نکنیم تاسیسات اتمی حکومت ایران نه اوسیراک در عراق و نه دیر الزور در سوریه است. اونجا فقط یه جا مرکز اتمی داشتن. مراکز اتمی حکومت ایران پراکنده است در سراسر کشور. بنابراین نابود کردنش بسیار بسیار دشوارتره. اینها همه مشکلات هستش، ولی بدانند که اسرائیل اگر اراده بکنه این قدرت رو داره و تاسیسات اتمی ایران میتونه کاملا فلج بشه. در این باره ما باز در فرصت های بعدی گفتگو خواهیم کرد. بفرمایید خانم نگار. آقای امیر، از علامت های دیگه ای که نشون میده هشدارهای جنگی اسرائیل خطاب به حکومت اسلامی ایران شدت گرفته، همونطور که اشاره کردید سخنان بنی گنتس هست درباره آمادگی اسرائیل با هدف حمله به ایران، این رو چطور ارزیابی میکنید؟ بله، الان همونطور که گفتم اسرائیل از مجاری مختلف، از راه‌های مختلف سعی میکنه که حکومت ایران رو، یعنی یک توان بازدارندگی ایجاد بکنه در برابر ادامه برنامه‌های حکومت ایران. بنابراین شما حرفای بنی گنتس رو دارین، نمایشگاه‌های تسلیحاتی اسرائیل رو دارین، تلاش برای ایجاد یک شبکه پدافند هوایی سراسری در خاورمیانه ادامه داره و فشار بر دولت پرزیدنت بایدن که باید گزینه جنگی رو علناً اعلام بکنید و طوری اعلام بکنید که حکومت ایران باور بکنه و معتقد بشه که جانش در خطره. اینها همه رو اسرائیل به صورت مشترک داره انجام میده که شاید به هدف خودش برسه و هدف همانا متوقف کردن برنامه‌های اتمی ایران بدون انشاءالله بدون نیاز به عملیات جنگی باشه. بفرمایید. همونطور که اشاره کردید جناب آقای منشه امیر، صحبت سیاست مدارهای متعدد از اسرائیل و همینطور نمایشگاه های جنگی پهپادها که قدرتش رو همه میگن این کجا و اون کجا، با توجه به همین اطلاعات بالاخره میشه یا نمیشه؟ من امیدوارم که نشه و هنوز هم الان 2-3 ساله که من گفتم و تکرار کردم که احتمال بروز جنگ ضعیفه. همیشه هم گفتم حکومت ایران جنگ میخواد، نه اسرائیل جنگ میخواد، مسلماً ایالات متحده نمیخواد، مسلماً بعد از جنگ اوکراین اروپا نمیخواد وارد یک جنگ دیگه بشه، هیچ کس نمیخواد. ولی هر کدوم از عواملی که نام بردم هدفها و انتظارات متضادی رو دارن. حکومت ایران میخواد که به برنامه های اتمیش ادامه بده، قدرت خودش رو در منطقه تثبیت بکنه. اسرائیل میگوید که شما گفتید نابود باید گردد و ما نخواهیم گذاشت که به جنگ افزارهای مجهز بشین که بتونین اسرائیل رو مورد حمله قرار بدین و غیره و غیره. اینها همه عوامل بازی هست که در منطقه جریان داره و به ویژه اگر شما درباره هفته‌ای که گذشت میپرسید، احتمال جنگ باز ضعیف‌تر شده به خاطر اینکه آقای جوزف بورل اون اقداماتش رو کرد. ایالات متحده گفتش که ما در انتظار دیدن طرح شما هستیم. حکومت ایران گفتش که ما خودمون الان داریم یک پیشنهادهای تازه رو آماده میکنیم. یعنی هنوز اروپا، آمریکا و حکومت ایران سعی میکنن که جو مذاکره رو حفظ بکنن، یعنی این تصور رو ایجاد کنند که ببخشید اشتباه نکنید، مذاکرات هنوز به بنبست نرسیده، هنوز ما قطع امید نکردیم، باید به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه داد و فعلا گزینه نظامی رو کنار بگذارید. این کل تصویر منطقه خاورمیانه است در یک هفته‌ای که گذشت.
بفرمید. بپردازیم به مذاکرات برجامی. همونطور که اشاره کردید، آقای جوزف بورل سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا راه تازه‌ای پیدا کرده و میگن که مذاکرات برجامی چندین و چند ماه دیگه میتونه کش پیدا بکنه. تا چه حد این تلاش میتونه واقعی باشه؟ بله، ببینید، فراموش نکنیم که وقتی آقای بایدن به روی کار آمد و ابراز آمادگی کرد که ما میخواهیم که مذاکرات با ایران رو اثر بگیریم و هدفمون بازگشت به برجامه، بعد از دو سه ماه گفتن که وقت داره میگذره و ما تا دو سه هفته دیگه باید قطعی بشه، یا از این ور یا از اون ور. این دو سه هفته گذشت، سه ماه ازش گذشت، باز دوباره گفتن که دو سه هفته دیگه باید حکومت ایران تصمیم گیری بکنه و گذشت. به این ترتیب الان تقریبا حدود یک سال و نیمه که دارن این مذاکرات رو کش میدن. ما میشنویم که آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه حکومت میگوید که بله، ما الان مشغول تهیه طرح تازه هستیم که مذاکرات رو ادامه بدیم. کدوم طرح تازه؟ اینا ممکنه مثلا طرح تازه شون اضافه کردن یک سلسله مشکلات و خواسته ها و ادعاها و انتظارات نسبت به آمریکا باشه. مثلا هنوزم انتظاراتی دارن که آمریکا نمیتونه برآورده بکنه و به همین علت هم مذاکرات به بن‌بست کشیده. مثلا میخوان که دولت در قرارداد نوشته بشه که حتی دولت آینده آمریکا هم حق نداره دوباره از این قرارداد خارج بشه. این در ساختار سیاسی و حقوقی ایالات متحده امکان نداره. این رئیس جمهور نمیتونه تعهد بکنه برای رؤسای جمهوری آینده. بعدم مسئله سپاه پاسدارانه که میگن باید از لیست گروه های تروریستی بیرون بیاد و خواسته های دیگر حکومت. بنابراین اگر آقای بورل میگه که ما این یک پیشنهاد تازه رو ارائه کردیم که بر اساس توافق های پیشین هست، حکومت ایران میگوید که ما طرح خودمون رو ارائه میدیم، آمریکا هم میگوید که ما باید این طرح رو چیز کنیم، بررسی بکنیم و ببینیم که خوبه یا بده یا چه نقطه ضعفهایی داره و غیره و غیره، این جریان میتونه مذاکرات رو 6 ماه دیگه، یک سال دیگه به درازا بکشونه و اسرائیل نمیتونه که بیش از این منتظر بشه، دیر میشه. بنابراین میشه یا نمیشه ما هنوز نمیتونیم جواب بدیم، ولی امیدواریم که نشه، ولی بعیدم نیست که بشه. یعنی به یک مرحله برسن که دیگه راه دیگری وجود نداشته باشه، یک بنبستی باشه تا آسمان و باید از این بنبست گذشت و گزینه‌های دیگری رو برگزید و همه میدونن که گزینه دیگر مفهومش چی هست. بفرمایید. بله، مفهوم خیلی خطرناکی داره. قبل از اون که به مسائل داخلی ایران بپردازیم، اجازه بدید سری به لبنان بزنیم. حتما میدونید که اوضاع اقتصادی لبنان به شدت خرابه و در همین حال حزب الله علیه اسرائیل به تهدید جنگی اقدام کرده. ادعا میکنه که میتونه جاده های چاه‌های گاز اسرائیل رو در دریای مدیترانه نابود کنه. واقعا همینطوره؟ میتونه این اتفاق بیفته؟ ببینید، قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، یک چنین تهدید حزب الله لبنان میتونه یک جنگ تازه رو به راه بیاندازه و لبنان بیچاره، لبنانی که در اوج بحران اقتصادی هست، بحرانی که حزب الله باعث یک انفجار شدید در بندر بیروت شد دو سال پیش که واقعا نیمی از لبنان رو ویران کرد، یک جنگ تازه برای دولت لبنان و ملت لبنان میتونه فاجعه بار باشه، میتونه اون کشور رو نابود بکنه. ولی برای حزب الله این اهمیتی نداره. حزب الله مزدور یک کشور بیگانه است، از اونها پول و اسلحه‌اش رو میگیره. شخص نصرالله مطیع علی خامنه ایست، نوکرشه و هر چی که اون بگه این اجرا خواهد کرد. ولی خب نصرالله هم آدم باهوشیه، یعنی ماجراجو هست ولی احمق نیست. میدونه که اگر بخواهد
اقدام تعرضی انجام بده علیه چاهای گاز اسرائیل، نتیجه جنگ خواهد بود و جنگ هم نتیجه ویرانی لبنان خواهد بود و ویرانی لبنان ممکنه ویرانی حزب الله هم باشه. ولی به هر حال اسرائیل هرگز همیشه حرفای نصرالله و تهدیدهای جنگیش رو جدی گرفته و خودش رو برای رویارویی آماده کرده. در حال حاضر، در حالی که حزب الله میگوید که این چاهای گاز مال لبنان است، تلاش‌های یک میانجی آمریکایی ادامه داره. مشکل در این است که در لبنان هیچ دولتی وجود نداره که بتونه تصمیم گیری بکنه و قضایا رو به سود منافع ملی لبنان فیصله بده و از بروز جنگ جلوگیری بشه. مشکل در همینه و مسلما نصرالله هم مأمور حکومت ایران، حکومت ایران برای ایجاد یک کانون بحران جدید در منطقه اگر مذاکرات برجامی به شکست بیانجامه و تهدیدهای جنگی جدی بشه علیه حکومت ایران. در واقع الان رژیم ایران داره به طور غیر مستقیم میگه که اگر شما بخواید که به ما حمله بکنید، ما منطقه خاورمیانه رو همش رو داشت خواهیم کشید و ببینید که الان حزب الله چه قدرتی داره و چه کارهایی رو علیه اسرائیل میتونه بکنه. البته اسرائیل همیشه خودش رو برای یک جنگ همزمان در سه جبهه یا حتی چهار جبهه آماده کرده: جبهه حکومت ایران، جبهه حماس در غزه، جبهه حزب الله در لبنان و جبهه های دیگر. اسرائیل خودش رو آماده کرده، ولی باز امیدواریم که چنین چیزی رخ نده. گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. دولت انگلیس خبیث هم با ملت ایران دشمنی می کند. این هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه. منتها دولت انگلیس نقش مکمل آمریکا را در این میدان بازی می کنه. خود دولت انگلیس استقلالی ندارد که انسان او را به دشمن، یک دشمن مستقلی به حساب بیاره، دنبال رو به آمریکاست. یک سوال مطرحه، چرا دولت لبنان آمادگی ایران برای فرستادن نفت رایگان به لبنان رو رد میکنه؟ مگه نه اینکه لبنان برای تولید برق به شدت به سوخت احتیاج داره؟ چرا این پیشنهاد رو داره رد میکنه؟ بله، دو علت. یکی این که نفت حکومت ایران شامل تحریم های ایالات متحده میشه، حتی اگر ظاهرن به طور رایگان عرضه بشه. بنابراین این مشکل لبنان رو حل نمی کنه. موضوع دوم این است که اگر نفتی از ایران به طور رایگان به لبنان برسه، حزب الله میتونه ادعا بکنه که میبینید چطوری حکومت ایران میخواهد که ملت لبنان رو از بحران اقتصادی نجات بده. یعنی در واقع رژیم ایران اگر مایل حاضره که نفت رایگان به لبنان بده، برای اجرای به اون بلندخواهی ها و بیشترخواهی های امپریالیستی و کلونیالیستی خودش است. حکومت ایران میخواهد که لبنان رو که یک اکثریت شیعه داره به صورت یک مستعمره خود به جلوه بده و در بیاره، و به همین علت هم هستش که ایالات متحده نمیخواهد که چنین اجازه ای رو بده. همین سخنان نصرالله در گذشته که گفته بود نگران نشید، حکومت ایران حتی آب و نان و اسلحه و ماهیانه ما حزب الله ها رو تامین میکنه، با همین حرف نشون داده بود که چقدر اجیر و مزدور و جیرخار و مطیع و سر به فرمان خامنه ای هست. این هم
ریشه اصلی بدبختی های کنونی مردم لبنان هست و لبنانی ها منزجرن از این وضع. لبنانی ها نمیخواهند که تحت انقیاد حکومت ایران باشن، نمیخوان کشور مستقل خودشون که یه روزی عروس خاورمیانه بود بیاید و به یک مستعمره حکومت ایران مبدل بشه. به همه علت هم هستش که اونا حاضرن بدون سوخت بمونن، برق نداشته باشن، ولی از حکومت ایران بر نفت یا سوخت مجانی دریافت نکنن. بفرمایید. ببخشید آقای امیر که هنوز به امور ایران نپرداختیم. یه سوال دیگه مطرح که مسلمه که حزب الله لبنان و حکومت اسلامی ایران بزرگترین عوامل قاچاق مواد مخدر در کشورهای خاورمیانه و حتی آمریکای جنوبی هستند. مگر نه که در اسلام مواد مخدر حرامه و حتی خمینی در ماهای اولی که قدرت رو در اختیار داشت چندین و چند نفر رو به جرم معتاد بودن اعدام کرد تا به ظاهر از مردم ایران زهر چشم بگیره. قضیه از چه قراره؟ بله، اولا ببینید قرآن کشتار بیگناهان رو هم کاملا ممنوع کرده، ولی اینا می آیند و آیات قرآن مجید رو به سود خودشون تفسیر می کنند و می گویند که ما اگر بیاییم و مواد مخدر رو قاچاق بکنیم به دو خدمت کردیم. یکی این که کافران رو معتاد کردیم و از صحنه می تونیم خارج بکنیم، اونها انسان نیستن و به دین مبین اسلام اعتقادی ندارن و قابل مرگ هستن، اونا اصلا آدم هست محسوب نمیشن. این یکی. دومی که حکومت ایران و حزب الله لبنان راه‌های جدیدی رو به دست میارن که باز میکنن در برابر خودشون بتونن میلیاردها دلار به جیب بزنن و این رو خرج اسلحه و حقوق کارمندانشون بکنن و به این ترتیب حزب الله در منطقه قوی تر بشه و امکانات مالی بیشتری داشته باشه. یک حساب سوم هم هست و اون نفوذیابی حزب الله و حکومت ایران در آمریکای جنوبی. فراموش نکنید میلیاردها پولی که رژیم ایران به ونزوئلا داده و میده و میخوان که اونجا رو یک پایگاهی به صورت یک پایگاهی در بیارن که از طریق اونجا بتونن به ایالات متحده آسیب برسونند و حتی مواد مخدر قاچاقی خودشون رو وارد آمریکا بکنن از طریق آمریکای جنوبی. اینها همه محاسباتی است که رژیم ایران انجام میده، ولی کاسه کوزه هاشون به هم ریخته، ننگشون در مجامع عمومی افشا شده و الان معلوم شده که حکومت ایران پول میده به حزب الله، اون مواد مخدر رو مواد خام رو میخره میفرسته سوریه، در سوریه این تبدیل به قرص های روانگردان میشه و میلیون ها و میلیارد ها قرص از طریق سوریه به عربستان و امارات و امیرنشین های دیگر حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی قاچاق میشه که اون هدف ها رو تامین بکنه، یعنی هم باعث معتاد کردن کافران بشه و هم پول کلانی رو به دست سپاه پاسداران و حزب الله برسونه و هم پایگاهی رو ایجاد بکنه در آمریکای جنوبی که بتونه به ایالات متحده آسیب برسونه. اگر یه دسته از مسلمین را در جنگ‌های سابق این هست، اگر یک دسته از مسلمین را کفار سپر قرار دادند، فرض کنید که عراق فاسد یه دسته از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت اونها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. مسلمان ها شهیدند و به بهشت میرن، کافرهاش کافرند و به جهنم. یک موضوع اطلاعاتی دیگه که
به ایران و اسرائیل مربوط میشه و در روزهای اخیر خیلی مورد بحث بوده، دستگیری اعضای یک شبکه خرابکاری وابسته به اسرائیل در شهر اصفهان بوده که قصد داشتن یکی از تأسیسات بسیار مهم اتمی ایران رو منفجر کنند. این خبر تا چه حد ممکنه درست باشه؟ بله، در این دو سه روز اخیر اطلاعات بیشتری رو منتشر کردن. ظاهرا میگن که اینا اعضای کومله بودن و کومله به اسرائیل چه ارتباطی داره؟ اینا میان چند نفر، اگر خبر درست باشه اصلا، میان چند نفر افراد رو میگیرن، ادعا میکنن که شما عضو کومله هستید، بعد میگن که بهشون میچسبونن که شما میخواستید برخی از تأسیسات حساس شهر اصفهان رو منفجر بکنید، و بعد داستانی میسازن که بله ببینید ما چقدر قهرمانیم، چقدر پیروزیم، تونستیم یک شبکه جاسوسی و خرابکاری موساد اسرائیل رو در اصفهان بعد از اینکه بمب ها رو گذاشتن ولی پیش از اینکه بمب ها منفجر بشه شناسایی و دستگیر بکنیم و به برنامه‌شون رو خونسا بکنیم. ببینید در 3-4 ماه اخیر شما چقدر درباره موفقیت های موساد اسرائیل در داخل ایران شنیدید و میشنوید، حسین طایب حتما یادتون هست و غیره و غیره. خب الان آمدن و دو بخش به رکن اطلاعات سپاه پاسداران و اداره حفاظتش رو یکی کردن و اینها یعنی با هماهنگی بیشتری با هم دارن کار میکنن. خب اینها باید نشون بدن که ما یه دستاوردی داشتیم در این مدت کوتاه و اون این است که میآیند و یک داستانی رو جعل میکنن که بله فلان شده در اصفهان، میخواستن فلان کار رو بکنن، ما همیشه اینا رو زیر نظر داشتیم، به موقع دستگیرشون کردیم و فردا هم ممکنه اینا رو بیارن جلوی دوربین های تلویزیونی که اعترافات ساختگی بکنن و غیره و غیره، که ظاهرا نشون بدن که یک موفقیتی رو در برابر موساد اسرائیل به دست آوردن. اسرائیلی که میتونه بره تهران، در قلب تهران وارد خونه طرف بشه، بهش بگه که اعتراف کن و اون صداش ضبط میشه و اعتراف میکنه که بله من یک قاچاقچی بین المللی هستم که سپاه قدس به من ماموریت داده بود که برم مثلا در استانبول فلان کار رو انجام بدم و غیره و غیره، اینا رو همه رو اعتراف میکنه. اسرائیل هم به صورت غیر مستقیم و بدون اینکه هیچ مسئولیتی رو به عهده بگیره این رو منتشر میکنه. نه فقط این، بلکه میرن بازخونه یکی از فرماندهان و بلند پایگان سپاه پاسداران، این بار او رو به اعترافات تلویزیونی مجبور میکنن و اسراری رو فاش میکنه. یعنی بعدم رسانه های اروپایی می نویسن که موساد اسرائیل چنان رخنه کرده و ریشه دوانده در داخل ایران که می تونه حتی به این اقدامات افسانه‌ای و واقعا فیلم سینما دست بزنه. بعد در مقابلش میگن بله ما یک حلقه‌ای رو، یک شبکه‌ای رو کشف کردیم که میخواسته این کار رو بکنه، اون کار رو بکنه، اسرائیل برده اینا رو در آفریقا تحریم انتظامی داده و غیره، که به احتمال زیاد همه اینها میتونه دروغ باشه، ساختگی باشه که اینها بتونن جست بگیرن و یک کمکی از آبروی کاملا رفته خودشون رو به دست بیارن که اون هم پایه و اساسی نداره. این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها را شناسایی کنن به جان خودی‌ها افتادن. غفلت از موساد سبب شده که اونها به راحت موساد نفوذ کنه، این همه ضربه بزنه، به گونه ای که صریحاً مسئولین جمهوری اسلامی را تهدید بکنن. برای من به عنوان یه فردی که مدتی در
اطلاعات وزارت اطلاعات کار کردم بسیار بسیار درد آور هست. حالا بپردازیم به چند تا از موضوعات داخلی ایران. اول از همه اعتراضات جانبازان، یعنی ایرانیانی که در جنگ ایران و عراق جونشون رو به خطر انداختن و معلول شدن. البته بعدها معلوم شد که برای خمینی وطن معنی نداشته ظاهرا، بلکه قصد این بوده که با طولانی کردن بیشتر جنگ با عراق موجب سرنگونی صدام بشن که نهایتا هم ناچار شد جام زهر رو سر بکشه. بفرمایید. بله ببینید، واقعا دردناکه، خیلی دردناکه. یک دورانی بود که وطن یعنی ایران در خطر بود، ارتش بیگانه در داخل ایران وارد شده بود، در خوزستان مستقر شده بود و امنیت و جان ملت ایران و تمامیت ایران به خطر افتاده بود. اون موقع آمدن افراد رو بسیج کردن که وطن در خطره، بیایید و نجات بدید. اونها هم داوطلب شدن، آمدن نجات دادن. بعد خمینی به این جنگ وطنی جنبه مذهبی داد، گفتش که بله ما این جنگ رو باید تا روز آزادی قدس یعنی اورشلیم و اسرائیل ادامه بدیم، انقدر بجنگیم که نه فقط صدام رو بیاندازیم بلکه به اسرائیل برسیم و اسرائیل رو هم نابود کنیم. این دیگه از هدفهای ملی ایرانیان کاملا به دور بود. ایرانیان میخواستن که تمامیت ارضی وطن خودشون رو حفظ بکنن. ایرانی دشمنی با اسرائیل نداره، نمیخواهد که به اصطلاح بیاید و کربلا رو بگیره که راه قدس باز بشه. به هر حال با این کاری نداریم. مسئله در این است که هر ارتشی، هر حکومتی وظیفه داره افرادی رو که جانشون رو در راه وطن از دست دادن یا معلول شدن زیر چتر حمایتش بگیره و زندگی اونها رو تامین بکنه. من نمیخوام تبلیغات اسرائیلی بکنم، ولی چون در این کشور زندگی میکنم و واردم به مقررات و قوانینش، در اینجا ارتش اسرائیل خانواده های جان باختگان رو تا آخر عمر زیر حمایت خودش داره و انقدر کمک ماهیانه مرتب به این خانواده ها اعطا میکنه که احساس کمبود نکنن، زندگیشون کاملا تامین بشه. اینها پدر خانواده یا ناناور خانواده جان خودش رو در راه وطن خودش از دست داده. این یکی. دوم، افرادی که معلول میشن از تمام امکانات رفاهی برخوردارن، از تمام امکانات پزشکی برخوردارن، حقوق ماهیانه شون انقدر کافیست که بتونن برای همیشه تا آخر عمر زندگی شرافتمندانه داشته باشن، ولی چی شده در ایران؟ آمدن گفتن که برو صدام رو بیانداز، راه کربلا رو بگیر و راه قدس رو باز بکن و این در راه اسلامه و مسلماً ما این زندگی تو رو تامین خواهیم کرد. الان حتی جانبازان یعنی افراد معلولی که به کمک‌های مالی بسیار نیاز دارن برای اینکه بتونن یک حداقل زندگی رو داشته باشن، اینها رو هم اون پول ماهیانه رو نمیدن، ندارن، ولی ظاهرن میگن ندارن. اون چیزی رو که دارن برای حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و هشت و شبی و دیگران میفرستن. جانباز ایرانی که در راه وطنش معلول شده و به اصطلاح آنها در راه اسلام، این رو فراموش میکنن، میگن پول نداریم، ولی همین پول رو میفرستن برای حزب الله لبنان و جاهای دیگه که بتونن این رفتار استعماری خودشون رو گسترده تر بکنن و بر مناطق دیگری از خاورمیانه مسلط بشن. این بسیار بسیار دردناکه. همین مشکل جانبازان رو اضافه بکنید به مشکل کمبود دارو، مشکل کوپونی کردن برخی از مایحتاج عمومی در زمانی که حتی بادیه نشین های حوزه خلیج فارس، نمیخوام به کسی توهین بکنم خدای نکرده، ولی اونهایی که در خیمه و شنزار میزیستن نگاه
کنید ببینید اینها الان چقدر ترقی و پیشرفت کردن، چه رفاهی رو برای مردم خودشون تامین کردن. و برعکس ما میبینیم که حکومت ایران یک کشور غنی ثروتمند، یک مردم مرفهی رو در تسلط خودش در آورد و ببینید که چه بدبختی برای ملت ایران ایجاد کرده که حتی دارو هم وجود نداره یا کمه و یا انقدر گرونه که مردم نمیتونن بخرن. این واقعا باعث تاسفه، واقعا جای گریه کردن داره، ولی به جای گریه کردن باید راه حل رو پیدا کرد و وطن رو از وضع کنونی نجات داد. بفرمایید. بله، به این نکته اشاره کردید که سوال من هست که در واقع اگه تو کشوری نون نباشه مردم میتونن شیرینی بگیرن، اگه گوشت نباشه ماهی بگیرن، پول نباشه و گرسنگی بکشن و روزه بگیرن، ولی چطور با کمبود دارو میشه به زندگی ادامه داد؟ خیلی از بیمارا محکوم به مرگن اگه داروشون رو تهیه نتونن بکنن. آیا قصد علی خامنه ای این هست که واقعا همه مردم ایران رو به کشتن بده؟ واقعا وقتی شما کل این مطالب رو در نظر میگیرید و بررسی میکنید، این سوال شما کاملا به جاست. وقتی که رهبر رژیم میگوید که فلان واکسن رو وارد نکنید و چون وارد نمیکنن باعث مرگ افراد در داخل ایران میشه، بله برمیگردم به سوال شما، جان مردم ایران براش اهمیتی نداره. اینها ایران رو به عنوان یک خاک میخوان که پایگاهی باشه که به جاهای دیگه دست اندازی بکنن و به همین جهت هم به شیوه های مختلف میکوشن که مال مردم ایران رو بگیرن و در راه هدف های استعماری خودشون زیر شعارهای مذهبی ادامه بدن که شاید به نتیجه برسن که هرگز به نتیجه نخواهند رسید. به بیراه رفتن از روز اول و هنوز هم باعث به هدر دادن امکانات مالی ملت ایران میشن. بسیار دردناکه، ولی یک واقعیت تلخی است که ما در برابر اون قرار داریم. میخوام اینجا حاشیه سازی بشه. شما میدونی ما تا اینجا داریم استرس تحمل میکنیم. اگه همراه یه بیمار هستم بشتم و پرسنل کادر درمان یه قرون از وزارت بهداشت پول نگرفته بابت کرونا. فقط حرفی بود که تو رسانه ها زدم. مادرش پدرش بر کو خانم رحیمی که مادرش از دست داد، کو خانم سعیدی که پدرش داداشش از دست داد، وزارت بهداشت یه صد تا تک تومانی خرج درمان هم به پرسنل داد. پرسنل اگه جورم دادن از جیب خودشون دوباره پول پرداخت کردن. من انتظار دارم، منی که با تمام وجودم دارم میام توی بیمارستان و بارها و بارها بچه‌مو گذاشتم. آقای امیر، توجه کردید که من در پرسش‌های امروز درباره روابط رژیم جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین اصلا اشاره‌ای نکردم، چون حالا اکثر مردم ایران به خوبی میدونن که آشکارا حکومت ایران خودش رو به طور کامل در اختیار روسیه گذاشته. بفرمایید. بله، من حرفی ندارم اضافه کنم، کار خوبی کردید. انقدر درباره بردگی و بندگی رژیم ایران نسبت به روسیه سخن گفته شده که من حرف بیشتری ندارم. فقط بگم آمدن الان 35 پرواز هفتگی بین ایران و روسیه درست کردن، یعنی روزانه 5 تا پرواز از تهران به شهرهای مختلف روسیه، مسافری وجود نداره. پس چیکار میکنن؟ میاین و زیر پوشش پروازهای غیر نظامی و اسلحه میفرستن برای روسیه که آشکار نشه. یعنی اینها خودشون رو در بست امکانات خودشون، در واقع امکانات مردم ایران و کشور ایران رو در بست دارن، در اختیار روسیه قرار میدن در یک جنگی که واقعا ظالمانه است و نتیجهش کشتار مردم بیگناه، همون گونه که حکومت ایران افراد خودش رو به سوریه فرستاد که مردم سوریه رو بکشن، نابود بکنن، که رژیم بشار اسد مدت بیشتری بر کرسی قدرت باقی بمونه. بفرمایید. آقای امیر، در این لحظات پایانی
بریم سراغ یه مبارزه اخیر، مبارزه با اونچه که مبارزه با بدحجابی اسمش رو گذاشتن. حتی از حجاب زنای مرده هم به نظر میاد صرف نظر نمی کنن. شنیدین رفتن سر سنگ قبر زنا و هر کدوم رو که روی سنگ قبر حتی موهای سر زنی که مرده و جسدش به خاک مبدل شده گفتن میتونه مردا رو تحریک جنسی بکنه. همه سران رژیم انحراف جسمی دارن، جنسی دارن، حتی از دیدن یک مجسمه زن هم پاشو اگه ببینن تحریک جنسی میشن و خدای ناکرده مرتکب خطا میشن و باید برن جهنم. حساب کنید که این نوع روان پریشی تا چه حد به سرعت میتونه منجر به تحریک جنسیشون بشه و بیچاره خانوم ها، زن ها، این یه جور بیماری روانی، اسم دیگه ای نمیشه روش گذاشت. بله کاملا حق دارید، واقعا حق دارید. ببینید در اروپا، در آمریکا، در آفریقا، در آفریقا زنها نیمه لختن، کی نگاه میکنه، کی تحریک جنسی میشه؟ اینا هستن که از یک طرف زن خودشون رو در خونه نگه میدارن که مبادا چشم بیگانه بهش بیفته، و از طرف دیگه خودشون تو خیابون چرانی میکنن و بعد هم میاین و زنان رو زیر آزار و محدودیت قرار میدن. ولی خانم نگار، چند تا نیم کاسه هم زیر این کاسه وجود داره، و اون این است که میخواهند که از طریق حجاب زن ایرانی بدبخت، مطیع و سرخورده باقی بمونه. زنی که با حجاب، با چادر میاد سر کار، یه محدودیت هایی داره، اون آزادی مرد رو نداره، و به ویژه که میآیند و همیشه زنان رو مورد تبعیض قرار میدن، در نمیذارن که پیشرفت بکنن. این یکی. دوم این که میآیند و سر مردم ایران رو با یک قضیه ظاهرا حاشیه‌ای گرم میکنن که به فکر مشکلات واقعی و اساسی کشور نیفتن، میخوان افکار اونها رو منحرف بکنن از نبود دارو، از نبود نان و گوشت و گرانی چیزهای دیگه و سرکوبگری ها، و منحرف بکنن فقط به سوی مسئله حجاب که ظاهرا یک موضوع فرعی هست. ولی نه خانم نگار، این موضوع فرعی نیست. خودشون میگن که این سنگر اول حکومت اسلامی ایرانه، یعنی اگر حکومت بیاد و روی حجاب کوتاه بیاد و به خانم ها اجازه بده که موهای سرشون بیرون باشه وقتی در خیابان میگذرند و غیره، این عقب نشینی حکومت و اشتهای مردم ایران و اون ارادهشون رو برای مقاومت در برابر رژیم بیش و بیشتر میکنه، و ممکنه که سطح تقاضاها بالا بره و موجودیت کل حکومت به صورت جدیتری به خطر بیفته. اینها ملاحظاتی است که اینها رو به حدی میرسونه که حتی روی سنگ قبر هم میگن که باید این نقش و نگار اون خانم درگذشته رو عوض بکنید و حجاب اسلامی سرش کنید. بله، بیماری روحی دارن، انحراف جنسی دارن. بدن زن عورته، غیر از گردی صورت و دستا، یعنی باید پوشونده بشه. حضرت صراحتن به والیشون میگن اگر کسی، مردم چه مرد چه زن، کسی عورتش رو آشکار کرد، او رو بازدار، امر میکنن. آقای امیر، عادینه است و یه خورده حرفای غیر جدی بزنیم. در هفته که گذشت از کودکان شیعه در بوستون ایالات متحده آمریکا به صف ایستادن و سرود ای فرمانده رو اجرا کردن. بعد هم کلیپش رو به ایران بردن، نمایش دادن و پوز دادن. ببینید حتی در آمریکا هم کودکا تا چه حد خامنه ای رو دوست دارن. آقای امیر، چطور حکومت اسلامی ایران تونسته پوزه آمریکا رو به خاک بماله حتی در بوستون تگزاس؟ یه همچین نفوذی چطور ارزیابی میکنی؟ بله ببینید، یه ضرب المثلی رو من دوران کودکی در ایران یادمه که میگن پول بده و روی سبیل پادشاه هم میتونی نقاره بزنی. حکومت ایران میآید و با پول کلان، پولی که مال ملت ایرانه، پولی که باید صرف دارو و
نیازهای دیگر بشه. میآید یک مرکز آموزشی در یوستون تگزاس برپا میکنه و گروهی به اسم مرکز آموزش اسلامی المصطفی، و اونجا پول میریزن، خانواده های شیعه رو جذب میکنن و به تبلیغات دینی میپردازن در اونجا، تبلیغات در واقع وابسته به حکومت ایران. بعدم بچه های دانش آموز رو جمع میکنن، حجاب سرشون میکنن و سرود ای فرمانده رو اجرا میکنن و غیره. اولا این خیانت به آموزش، خیانت به آزادی بیان در ایالات متحده است و نشون میده که آمریکایی ها واقعا چقدر آزادی بیان رو امکان پذیر میسازن حتی برای حکومت ایران. خانم نگار گفتین آدیدس، یاد یک جوک افتادم و اون این است که موقعی که پرزیدنت نیکسون رفته بود به دیدار خروشچف، خروشچف گفته بود که نیکسون گفته بود که در آمریکا آزادی بیان کامل وجود داره، حتی یک آمریکایی میتونه در برابر کاخ سفید بیسته و فریاد مرگ بر آمریکا سر بده، مرگ بر پرزیدنت سر بده. ما آزادی بیان خیلی زیادی داریم. خروشچف گفت بس، آزادی بیان در مملکت ما خیلی هم بیشتر از اینه. مردم روسیه میتونن برن در برابر سفارت آمریکا و بگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، نه فقط ما باشون کاری نداریم و مزاحمت ایجاد نمی‌کنیم، پولم بهشون میدیم. این آزادی بیان در حکومت اسلامی ایران و این آزادی بیان در ایالات متحده. در ایران اگر یکی بگوید که آقای خامنه‌ای استعفا بده، کنار برو، بس دیگه، من ما رو به بیچارگی کشوندی، میگیرن شکنجهش میکنن، ازش اعتراف میگیرن و حتی ممکنه اعدامش بکنن. ولی در ایالات متحده که خودش رو با رژیم ایران در حال نبرد میدونه، امکان میده که مرکز آموزش اسلامی المصطفی در یوستون تگزاس برپا بشه، فعالیت بکنه، بعدم بچه های شیعه رو فریب بدن. بچه چی میفهمه؟ بهش دستور میدن انجام میده، بیارن به صف بکشن و بهش ای فرمانده یاد بدن، یعنی راه جنگ رو، راه ستیز رو. این خیانت به آزادی بیان در آمریکاست. ولی چه میشه کرد؟ آمریکاست، نه حکومت اسلامی ایران. بفرمایید جناب آقای منش امیر. خیلی ممنون که آدینتون رو با ما همراه بودید. برای همگان بهترین آرزوها رو داریم. تشکر میکنم و خواهش میکنم از این به بعد به من جناب نگید، خوشم نمیاد. آدینه بسیار خوبی داشته باشید. ممنون آقای منش امیر. شاهنشاها، امروز ایران به پا خواسته است و با وجود کشتارهای خیابانی، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدامها، مبارزین راه آزادی، زنان کم همتای ایران دوش به دوش مردان از پا نمی نشینند و انزجار خود را از گردانندگان رژیم به گوش جهانیان می رسانند. امروز من پیام جوانان ایران را که زیر آتش خون از ایران عصر پهلوی یاد می کنند برای شما آوردم، که می گویند شاهنشاه روحت شاد. تمام زندگی شما فقط با عشق به میهن و هم میهنان و بهبود زندگی و سربلندی آنان سپری شد. من از نزدیک شاهد این پیوند ناگسستنی که چراغ راه و الهام بخش آمال و آرزوهای شما برای ایران بود بودم. اگر این اتفاق شوم 1357 که به دست نیروهای جهل و سیاهی و دخالت چند کشور خارجی روی داد و عده زیادی از هممیهنان را گمراه کرد نبود، امروز جایگاه ایران به جای اینکه در انزوای بین المللی در
تحریم های کمرشکن دست و پا بزند در صف اول کشورهای پیشرفته منطقه می بود. پس از 43 سال که از آن روزهای تاریک می گذرد، ملت ایران شما را از یاد نبرده است. برای من فرزندانتان، اکثر ایرانیان و تاریخ ایران، جاودانی شما در بیان شیوای حافظ شیراز در جریده عالم ثبت است. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. شما همیشه زنده اید و به شما اطمینان می دهم کشور عزیزمان از این مهلکه نجات خواهد یافت و نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. آدینه با آقای منشه امیر، میزبان خانم نگار نازنین.